سلام میکنم خدمت همه شما دانشجویان محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با درس اول از دوره آموزشی آموزش دروپال 8 برای مبتدیان در خدمت شما هستم و در این درس میخوایم به معرفی و آشنایی با مقدمات یادگیری دروپال 8 بپردازیم. عرفان رحیمی هستم و امیدوارم که بتونم در این دوره در خدمت شما باشم و با هم قدم به قدم یادگیری دروپال رو دنبال بکنیم و بتونیم درس رو به پایان برسون. اما اون چیزی که قرار ما در این دوره بیاموزیم رو با هم در این درس دنبال میکنیم. معرفی و آشنایی با دروپال 8 رو بررسی میکنیم در ابتدا و میبینیم که اصلا دروپال چیه و برای چی استفاده میشه و یک آشنایی کلی در مورد دروپال 8 پیدا میکنیم. بعد از اون به معرفی دروپال و آشنایی با این CMS خواهیم پرداخت و بررسی میکنیم و میبینیم که اصلا چه سایت هایی استفاده شده از CMS دروپال و چرا باید اصلا از دروپال استفاده بکنیم. این چیزیه که ما بعد از این مورد بهش میپردازیم و دلایل این که اصلا ما باید از چنین CMSی استفاده بکنیم برای ساخت وبسایت های خودمون یا نرم افزار های تحت وبمون بهش خواهیم پرداخت. بعد از اون به نیازمندی های لازم برای یادگیری دروپال میپردازیم و اینکه شما باید چه مقدماتی رو فراهم بکنید تا بتونید از این CMS استفاده بکنید. بعد از اون به آموزش نصب دروپال و راه اندازی اون خواهیم پرداخت و با هم قدم به قدم میبینیم که چطور میتونیم این CMS رو روی کامپیوتر خودمون و روی لوکال، اصطلاحاً سرور لوکال بیایم و ران بکنیم، اجرا بکنیم و خروجی های مختلفی از کارمون ببینیم. در بخش نحوه نصب و راه اندازی دروپال با نحوه نصب دروپال آشنا میشیم و گام به گام میبینیم که چجوری میتونیم دروپال رو از سایتش دانلود بکنیم، نصب بکنیم و دقیقا مثل وقتی که شما میخواید ویندوز خودتون رو نصب بکنید، این مراحل رو هم باید برای نصب دروپال انجام بدید. بعد با کانتنت یا محتوا آشنا میشیم در دروپال. معرفی و آشنایی کانتنت تایپ رو با هم خواهیم داشت و ببینیم که انواع محتوا در دروپال چیه. با فیلدها آشنا میشیم، انواع فیلدهایی که ما در این CMS استفاده میکنیم، طبقه بندی ها یا دسته بندی هایی که خیلی خیلی کاربردیه در سیستم دروپال و باعث میشه که ما هر کانتنتی رو به صورت مجزا طبقه بندی بکنیم و ازش استفاده بکنیم، با این مورد هم آشنا میشیم. با نحوه ویوها یا نمایش در دروپال هم آشنا میشیم و در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. بعد از اون میریم به سراغ نحوه توسعه و گسترش دروپال و آشنایی با ماژول ها یا مدل ها، همون مدل ها در دروپال هست که باعث میشه که ما اونها رو وقتی که نصب میکنیم روی سیستم دروپال، حالا در جلوتر توضیح میدیم ولی یک اشاره کوچیک میکنم که مدل چیه. مدل رو تصور بکنید یا ماژول ها هر کدام مثل قطعات پازلی هستن که وقتی که روی CMS ما نصب میشن باعث میشه که یک کاری رو انجام بدن، یک اقدامی رو برای ما انجام بدن و همین قطعات پازل کنار هم میشینن و در کل میشن مثل یک ماشینی که پر از قطعات مختلفه و باعث میشه که تمام این قطعات دست به دست هم بدن تا این ماشین به راه بیفته. افزودن ویژگی‌های خاص رو با هم دنبال میکنیم، با مدل‌های برای گسترش و توسعه دروپال آشنا میشیم. بعد از اون با بحث لایوت آشنا میشیم و انواع تم و یا قالب در دروپال. اگر که نام CMS وردپرس به گوشتون خورده باشه، قطعاً قالب یا تم هم به گوشتون خورده یا حتی ممکنه که رفته باشید از سایت‌های مختلف یا مارکت‌های مختلفی که قالب ارائه میدن، قالبی خریده باشید و اون رو روی CMS وردپرس خودتون نصب کرده باشید. دقیقاً یه همچین فرایندی هم البته با تغییرات بسیار بیشتر و بسیار گسترده‌تری ما در دروپال داریم و تم‌ها یا قالب‌ها کلاً به طور کلی کمک می‌کنن که شما وبسایتتون از اون حالت بیروحی خارج بشه و یک شکل و شمایل زیبایی به خودش بگیره و اصطلاحاً این پوسته برای وبسایتتون بشینه و شما بتونید مطابق با نیازتون از تم خاصی استفاده بکنید و اون رو توسعه بدید. بعد از اون به بررسی سایت بار و بلوک ها در قالب خواهیم پرداخت و میبینیم که به چه صورتی میشه سایت بار ایجاد کرد، بلوک های مختلفی ایجاد کرد و همه اینا رو توضیح میدیم و باهاش آشنا میشیم. منوها یکی از پایه های اصلی مواردی که در وبسایت ها استفاده میشه و ما زمانی که میایم یک وبسایت رو راه اندازی میکنیم، شاید بگم یکی از اصلی ترین المان های داخل یک وبسایت منوهای اونه.
اگر سایت منوهای درستی نداشته باشه، شما مثل این میمونه که در یک جنگل بسیار بزرگ گمراه بشید و گم بشید و ندونید که دقیقاً کل این وبسایت چجوری میتونه شما رو راهنمایی بکنه تا به هدفتون برسید. بعد از اون با انواع دسترسی افراد یا دسترسی هایی که هر شخصی میتونه در سی ام اس دروپال به خودش اختصاص بده رو با هم آشنا میشیم. با انواع رول ها آشنا میشیم و انواع دسترسی ها به بخش های مختلفی. یکی از مهمترین فاکتورهای دروپال تمرکز روی امنیته و همین ویژگی باعث شده که این سی ام اس رو از سی ام اس های دیگه جدا بکنه، به خاطر اینکه بزرگترین سایت های امنیتی دنیا با دروپال طراحی و پیاده سازی شده و همین نکته نشون میده که چقدر این سی ام اس روی امنیت خودش کار کرده و چقدر ما میتونیم در بخش های مختلفی دسترسی های مختلف رو به افراد مختلف بدیم یا ندیم که امنیت این سیستم رو برای ما فراهم بکنه. بعد از اون با انواع مجوزها و سطح دسترسی ها آشنا میشیم که بسیار بسیار نکته مهم و از اهمیت. اگر شما میخواهید که هر کسی به بخش های ادمین یا مدیریت وبسایتتون دسترسی نداشته باشه و بررسی امکاناتی جهت ایجاد امکان دسترسی برای افراد خاص که ما خودمون تعریف میکنیم. بعد از اون به سراغ مدیریت دروپال میریم، در مورد بروزرسانی سی ام اس و قالب ها صحبتی میکنیم و با منابع اصلی و مراجعی که میتونید اشکالات خودتون رو در اون برطرف بکنید، هم مراجع خارجی و هم داخلی و فارسی وجود داره که شما میتونید مشکلاتتون رو اونجا مطرح بکنید و افراد متخصص در زمینه دروپال شما رو راهنمایی بکنن. در آخر هم میریم و اولین وبسایت دروپالی خودمون رو با سی ام اس دروپال طراحی و راه اندازی میکنیم. بسیار خوب، بریم به سراغ معرفی سی ام اس قدرتمند دروپال و آشنایی با این CMS. دروپال چیه؟ دروپال یک CMS یا سیستم مدیریت محتوا محسوب میشه. اگر تا حالا نام وردپرس رو شنیدید یا نام جوملا رو شنیدید یا بقیه سیستم های تحت وبی که ما با استفاده از این سیستم ها و امکاناتی که در اختیارمون قرار میده میتونیم بیایم و وبسایت خودمون رو پیاده سازی بکنیم، حتی بدون اینکه کد نویسی بلد باشیم و برنامه نویسی کار کرده باشیم، بتونیم وبسایتمون رو راه اندازی بکنیم. البته بخش های پیشرفته ای داره این سی ام اس ها که برای کسانی که برنامه نویسی بلدن و میتونن این سی ام اس ها رو توسعه بدن بسیار 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 کاربردی تره، به خاطر اینکه بنا به نیازشون میتونن هر بخشش رو تغییر بدن و وبسایت خودشون رو اصطلاحا کاستماایز یا سفارشی بکنن. یک ابزار بسیار کاربردیه برای ساخت انواع نرم افزارهای تحت وب و وبسایت های مختلف که دقیقا مثل CMS های دیگهی که ما داریم ازش استفاده میکنیم و هر کدوم روی یک عاملی تمرکز کردن و برای خودشون یک سری مخاطب و یک سری کاربر دارن. بنابراین شما با استفاده از دروپال میتونید طرحی که توی ذهنتون دارید رو بیارید و تحت یک اپلیکیشن تحت وب یا یک وبسایت پیاده سازی بکنید. کلا ببینیم CMS چیه؟ CMS یا سیستم مدیریت محتوا ابزاری آنلاینه برای ساخت انواع وبسایت و اپلیکیشن تحت وب و انتشار محتواهای مختلف توسط اون. یک CMS با استفاده از امکانات مختلفی که به شما میده، شرایط رو فراهم میکنه که شما بتونید یک بیزینس آنلاین و یا یک ایده یا طرحی که در ذهنتون دارید رو پیاده بکنید. یک CMS وابسته به موارد مختلفیه. وابسته به اون ایده‌ای که شما در ذهنتون دارید، بنا به اون چیزی که می‌خواید پیاده سازی بکنید مهمه که چه سی ام اس رو انتخاب بکنید. ممکنه یه سی ام اس باشه که کار شما رو در وهله اول راه بندازه، مثلا شاید لازم نباشه که برای ساخت بعضی از ایده ها حتما از دروپال استفاده بکنید، شاید وردپرس هم کار شما رو راه بندازه. درگیری‌های دیگه‌ای که سی ام اس داره با دیتابیس یا پایگاه داده و اطلاعاتی که سی ام اس و اون ساختار از داخل دیتابیس میکشه بیرون و به شما نمایش میده، درگیری رو بین سی ام اس و دیتابیس برقرار میکنه و انواع داکیومنت ها و محتواهای مختلفی که میتونه سی ام اس باهاش درگیر بشه. به طور کلی یک سیستم مدیریت محتوا برای شما محتوا رو ایجاد میکنه و شما میتونید این محتوا رو مدیریت بکنید، حذف کنید، از جای دیگه تصاویر یا متن یا ویدیو یا پادکست صوتی و یا هر فرمت دیگه آپلود کنید و روی
سرورتون قرار بدید و یا اینکه بتونید با استفاده از امکانات مختلفی که در اختیارتون قرار داده میشه اون ایدتون رو تحت یک برنامه تحت وب پیاده سازی بکنید و ازش استفاده بکنید. همونطوری که توی تصویر دارید میبینید دروپال 8 مثل بسیاری از CMS ها، مثل وردپرس، مثل دروپال، از PHP پشتیبانی میکنه، یعنی با استفاده از PHP طراحی شده. ضمن اینکه ایجکس، جاوا اسکریپت و بقیه زبان‌های تحت وب با هم دست به دست هم دادن تا دروپال 8 ساخته بشه و به طور کلی دروپال ساخته بشه. از طرف دیگه درگیری که محتوا با دیتابیس داره و زمانی که شما یک سری اطلاعات رو در صفحات وبسایت‌های ساخته شده با دروپال می‌بینید، قطعاً می‌بینید که این اطلاعات از داخل دیتابیس بیرون کشیده شده. و از طرف دیگه درگیری که با طراحی UX دیزاین و به طور کلی قالب وبسایت داره و قالب‌های مختلف یا تم‌های مختلفی که میشینن روی این CMS ها و باعث میشن که وبسایت شما شکیل‌تر بشه و اطلاعات به درستی به مخاطب خودش منتقل بشه. دروپال یک CMS متن‌باز یا اوپن سورس و کدهای اون توسط متخصصین این حرفه قابل ارتقا و به‌روزرسانیه. اوپن سورس بودن به چه معناست؟ متن باز بودن یا اوپن سورس بودن یک CMS باعث میشه که تمامی ماژول ها، تمامی امکانات داخلی دروپال و فنی اون برای همه متخصصین باز هست و هیچ چیز پنهانی وجود نداره و هر کسی که توان آپدیت کردن، به روز کردن و دستکاری در داخل ماژول های دروپال رو داره و میتونه اون رو ارتقا بده، این کار رو انجام میده و به عنوان یک نسخه بروز شده در دسترس عموم قرار میده و این امکانات توسط متخصصین تایید میشه و به عنوان آپدیت جدید روی این CMS معرفی میشه برای افرادی که دارن از اون CMS استفاده میکنن. اما برای اینکه بدونید که دروپال چقدر اهمیت داره و چرا باید از دروپال استفاده بکنیم، یک سری سایت هایی وجود دارن که با این CMS طراحی شدن. سایت Red Hat که خودش سردمدار امنیته این رو روش تاکید داره، با استفاده از دروپال طراحی شد. سایت سازمان سلامت جهانی با استفاده از دروپال طراحی شد. وبسایت شرکت هوندا که یکی از معتبرترین وبسایت های دنیا محسوب میشه و شرکت های داخل جهان محسوب میشه، با استفاده از دروپال طراحی شده. و همچنین شرکت خودروسازی تسلا، دانشگاه شیکاگو و همچنین مهمتر از همه سایت پلیس سایبری ایران هم با استفاده از دروپال طراحی شده. و این نکته رو بهش دقت بکنید، وقتی که یک مرکز پلیس که خودش حافظ امنیت میاد از CMS دروپال استفاده میکنه برای ساخت وبسایتش، پس همین نشون میده که چقدر CMS مورد تایید بوده از نظر امنیت که اومده از این CMS استفاده کرده برای پیشبرد اهداف خودش و این نکته بسیار بسیار حائز اهمیت. اما چرا باید دروپال رو انتخاب بکنیم؟ با هم بررسی بکنیم و دلایلی که اصلا چرا باید به سراغ این CMS بیایم رو با هم بررسی بکنیم. خب بریم سراغ چند تا ویژگی مهم از دروپال. اولین نکته اینه که CMS دروپال با PHP طراحی شده که خود زبان PHP یکی از محبوب ترین، پرطرفدارترین و پراستفاده ترین زبان‌های تحت وب محسوب میشه و دروپال هم بر پایه PHP نوشته شده. دوم این که عملکرد بالا و انعطاف پذیری بسیار بالایی داره این CMS و شما میتونید در مقابل بقیه CMS ها انعطاف خیلی خیلی زیادتری از دروپال رو ببینید و اینکه شما در بحث توسعه دهی میتونید خیلی خیلی پیش برید و تقریبا هر نوع وبسایتی رو که در ذهنتون هست میتونید با استفاده از دروپال پیاده سازی بکنید. مورد بعدی مقرون به صرفه بودن برای شرکت هاست. خب دروپال یک CMS رایگانه و شما قرار نیست که بابت استفاده از اون پول بپردازید. بنابراین همین عامل باعث شده که شرکت ها، بسیار از سازمان های بزرگ، به خصوص سازمان های دولتی که ممکنه خیلی اطلاعات مهمی داشته باشن و یا مهم باشه امنیت براشون، از این CMS استفاده بکنن به خاطر رایگان بودنش. وجود اطلاعات کافی برای یادگیری و رفع مشکلات. درسته که شاید در برابر CMS های دیگه مثل وردپرس که میشه گفت یک CMS اصطلاحاً بازاری تری محسوب میشه، اطلاعات کمتری وجود داشته باشه. ولی الان به گونه‌ای شده که منابع کافی برای کسی که میخواد اطلاعات لازم برای راه اندازی وبسایتش در مورد دروپال رو یاد بگیره
وجود داره، هم فارسی و هم غیر فارسی. امنیت بسیار بالایی که این CMS داره که باز هم بهش تاکید میکنم یکی دیگه از ویژگی‌های مهمشه. کدنویسی و سبک و ساختاری که داخل دروپال طراحی و پیاده سازی شده بسیار بسیار یک پارچه است. اگر یک پارچگی و ساختار و استراکچر رو در مقابل و در برابر بقیه CMS ها قرار بدید، میبینید که بسیار بسیار منظمتر کدنویسی شده و به تبع توسعه اون هم برای شخص دیولوپر بسیار راحت تر خواهد. قابلیت های کش و اینکه روی سرعت تمرکز داشته و اجرای کدها و اسکریپت ها در CMS دروپال بالاتر. دروپال تمرکز خودش رو روی امنیت بسیار بالا گذاشته. جالب بدونید که بیش از 60% وبسایت های دولتی آمریکا با دروپال پیاده سازی شده و همین امر باعث میشه که نشون بده وبسایت های دولتی که خب قطعا اطلاعات بسیار مهمی در بر دارن و نباید به راحتی در دسترس افراد قرار بگیره، اومدن و وبسایت خودشون رو با استفاده از دروپال طراحی کردن. و بیش از 75% از وبسایت‌های دولتی کل دنیا با دروپال طراحی و پیاده سازی شده که باز این امر هم نشون میده که تا چه میزان این CMS اهمیت داره. و نکته آخر در این قسمت هم اینه که در ایران هم برخی از وبسایت‌های دولتی مثل پلیس فتای ایران با استفاده از دروپال طراحی و پیاده سازی شده. اما قبل از اینکه ما بخوایم و یادگیری دروپال رو شروع بکنیم، قطعا به یک سری مقدماتی نیاز داریم و باید این مقدمات رو فراهم بکنیم تا ما بتونیم به درستی یادگیری CMS رو داشته باشیم، اون رو پیاده سازی بکنیم، نصب بکنیم، راه اندازی بکنیم و اهدافمون رو یکی یکی روی این CMS پیاده سازی بکنیم. پیش از هر چیزی ما نیاز به یک مرورگر قدرتمند داریم برای استفاده از دروپال که میتونید از هر کدوم از این مرورگرهایی که ناماشنا هستن و شما تصاویرش رو میشناسید مثل گوگل کروم، فایرفاکس، اوپرا و بقیه مرورگرها استفاده بکنید. اما ما در این درس میایم و از مرورگر گوگل کروم استفاده میکنیم به خاطر حالا سرعت بهتری که داره و حالا بقیه مواردی که ما از این مرورگر در این درس استفاده میکنیم و حالا شما میتونید از بقیه مرورگرها استفاده بکنید و کار رو جلو ببرید. ما نیاز به یک سرور محلی داریم برای نصب و اجرای CMS مون. شما میدونید برای اینکه یک نرم افزار تحت وب اجرا بشه یا باید اون رو روی یک سرور محلی یا اصطلاحاً لوکال پیاده سازی بکنیم، اجرا بکنیم، نصبش بکنیم یا اینکه اون رو بیایم در یک هاست آنلاین پیاده سازی بکنیم. اما ما در این دوره به خاطر اینکه کار راحت تر باشه، حالا نخواهیم هزینه خاصی رو بکنیم و یا اینکه دردسرهایی رو داشته باشه، تمامی موارد و این آموزش رو روی سرور لوکال وام سرور جلو میبریم. شما میتونید از وام سرور استفاده بکنید و یا سرورهای لوکال دیگه هم وجود داره که شما میتونید راجبش تحقیق بکنید و اگر دوست داشتید روی اونها دروپال رو نصب بکنید. اما ما در این دوره از وام سرور استفاده میکنیم که یک سرور قدرتمند محلیه برای اینکه شما بتونید اجرای دروپال رو داشته باشید، نصبش بکنیم، اجرا بکنیم و بتونیم آموزش رو با این سرور محلی جلو ببریم. اما در آخر وقتی که شما وبسایتتون رو روی لوکال طراحی کردید، میتونید اون رو به اشتراک بذارید. البته ما توی این دوره این مورد رو بررسی نخواهیم کرد، ولی شما میدونید که میتونید بعد از اون که با دروپال آشنا شدید، بیاید به یک هاست اشتراکی تهیه بکنید و دروپال رو روی اون هاست اشتراکی، دقیقا تمام مراحلی که ما روی سرور محلیمون انجام میدین، بیاین شما روی هاست اشتراکیتون این کار رو انجام بدید. اما همیشه ما برای انجام دادن یک کاری نیاز به یک پلن داریم، نیاز به یک برنامه داریم، نیاز به یک روت و مسیری داریم که بدونیم باید از کجا شروع بکنیم، چه مراحل رو طی بکنیم و به کجا ختمش بکنیم. ما هم اومدیم و برای این درس و برای این دوره آموزشی یک پلان طراحی کردیم و میدونیم که دقیقاً توی هر بخش قراره چه چیزی گفته بشه، بررسی بشه و به چه چیزی نهایتاً برسیم. که در ابتدا ما توضیحاتی رو مطرح کردیم، بعد از اون میریم به سراغ بخش اینستال کردن، راه اندازی کردن و اینکه اصلا چجوری CMS دروپال رو ما نصب بکنیم. و بعد از اون راجع به کانتنت و محتوا صحبت می‌کنیم، چون هر CMSی همونطور که از اسمش هم مشخصه سیستم مدیریت محتوا قطعاً با محتوا درگیره
و این درگیری که با محتوا وجود داره باعث میشه که ما هم راجع به محتوا صحبت بکنیم، انواع محتوایی که داخل دروپال وجود داره و اینها رو به صورت عملی با هم بررسی بکنیم. اکستند و یا توسعه نرم افزار یکی از مهمترین بخش ها در هر نرم افزاریه، چه تحت وب و چه تحت دسکتاپ و یا هر نوع CMS دیگه. در ادامه با لیوت یا همون قالب ها و تم های قرار گرفته روی CMS دروپال آشنا میشیم. خب هر وبسایتی قطعا یک ظاهری داره، یک قالبی داره، یک شمایلی داره که باعث میشه اطلاعات رو به شما نمایش بده و کاربران بیان و داخل اون وبسایت با استفاده از بلوک ها، بخش ها و قسمت های مختلف اطلاعات رو مشاهده بکنن و یا اطلاعاتی رو وارد دیتابیس بکنن. بنابراین برای اینکه شما بتونید خیلی خیلی شکیل تر وبسایتتون رو مشاهده بکنید یا در اختیار کاربران قرار بدین، باید با بحث تم ها و قالب ها آشنا باشید. بعد از اون به دسترسی های مختلف خواهیم پرداخت که ممکنه شما دسترسی های مختلف رو بخواید به افراد مختلفی بدید. شاید وبسایتتون رو بخواید در اختیار نیروها و کارمندای خودتون قرار بدید که دسترسی های مختلفی رو براشون تعریف بکنید و اینکه به بخشی از امکانات دسترسی داشته باشن یا اینکه به بخشی دسترسی نداشته باشن. توی این بخش اینها رو بررسی میکنیم و در آخر هم به مدیریت دروپال خواهیم پرداخت و اینکه ببینیم چجوری میتونیم کل امکانات رو مدیریت بکنیم و مباحثی در این باره با هم دنبال میکنیم. اما بریم سراغ نصب دروپال و راه اندازی اون. ما برای اینکه بریم به سراغ نصب دروپال، اول از همه نیاز داریم به نرم افزار وم سرور که باید اون رو از وبسایت های مختلف و معتبر دانلود بکنیم. برای این کار شما میتونید در گوگل تایپ بکنید دانلود وم سرور که ما با ورژن 3 این نرم افزار کار میکنیم. دو تا نسخه در اختیار شما قرار داده، نسخه 32 بیتی و نسخه 64 بیتی که با توجه به ورژن سیستمتون، سیستم عاملتون که حالا یا 32 بیتی یا 64 بیتی، یکی از این دو تا رو دانلود بکنید. اینجا فایل اصلی وم سروره که روش دو تا کلیک میکنید و منتظر میمونید تا نمایش داده بشه مراحل نصب. یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه، روی اوکی کلیک بکنید، اکسپت بزنید، نکست رو بزنید، نکست. به این مرحله که میرسید شما همون سی رو انتخاب بکنید و مسیر رو تغییر ندید. چند تا دیگه نکست بعد بزنید و بعد از اون فینیش و نرم افزار نصب میشه. من چون ومپ رو قبلا نصب کردم دیگه الان لازم نیست که اون رو نصبش بکنم. بعد از اینکه ومپ رو نصب کردین، اینجا آیکونی به شما نمایش داده میشه به این شکل که توی تصویر دارید میبینید و بعد از اینکه روی خود آیکون اصلی وم سرور کلیک میکنید و نرم افزار ران میشه، باید این آیکون به رنگ سبز در بیاد. البته یکم باید صبر بکنید، بعد از اون به رنگ سبز در میاد و این نشان دهنده اینه که وم سرور به درستی روی سیستم شما نصب شد. اما کار دیگه ای که باید انجام بدیم دانلود نسخه اصلی دروپال که ما باید به وبسایت drupal.org مراجعه بکنیم و با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید و از این قسمت یعنی بخش بیلد دانلود اند اکستند با زدن روی دانلود دروپال زیپ فایل زیپ شده یا در قالب زیپ دروپال رو دانلود بکنید. خب من اون رو همینجا در قالب یک فایل زیپ اون رو دانلود کردم. بعد از اینکه دانلود کردید کافیه که اکسترکتش بکنید همینجا و از حالت زیپ اون رو در بیارید. خب من اسم اون رو تغییر میدم و مثلا اسمش رو میذاریم My Drupal. بسیار خوب. مرحله بعدی اینه که ما روی آیکون وم سرورمون یک کلیک بکنیم و به محل دایرکتوری های پوشه‌هامون بریم. یک مسیر دیگه ای هم داره که شما میتونید با مراجعه به درایو سی و پوشه وم 64 پوشه www برید و اینجا جاییه که ما باید پوشه مورد نظرمون رو پیست بکنیم. خب من این رو کنترل ایکس میزنم و به پوشه www میرم و اون رو کنترل وی میزنم تا پوشه مورد نظر ما اینجا پیست بشه. خب مقداری زمان میبره، منتظر میمونیم تا این کار به طور کامل انجام بشه. اما مرحله بعدی اینه که ما به سراغ مرورگرمون بریم و وارد محیط phpMyAdmin بشیم. localhost/phpMyAdmin این عبارت رو در مرورگرتون تایپ بکنید. البته وم سرور شما روشن هست و سبز رنگ هست. خب
یوزر روت پیش‌فرض هست و پسورد هم فعلا هیچی قرار نمیدیم. این چیزیه که به صورت پیش‌فرض روی PHP My Admin وجود داره. روی کلید گو کلیک میکنیم تا وارد این محیط بشیم. خب حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که بیایم و یک دیتابیس با نام My Drupal ایجاد بکنیم و اینجا هم میایم و UTF-8 پرشین CI رو انتخاب میکنیم. خب دیتابیسمون ایجاد شد. حالا مرحله بعدی باید بیایم و یک یوزر ایجاد بکنیم. خب میایم به صفحه اصلیمون و روی این علامت خونه کلیک بکنید. میایید به این قسمت روی یوزر اکانتس کلیک میکنید. اینجا جاییه که ما اکانت های مختلفمون رو در محیط PHMY ادمینمون مشاهده میکنیم و حالا باید روی اد یوزر اکانت کلیک بکنیم تا یک اکانت جدید اضافه بکنیم. مثلا اسمشو میذاریم مای دروپال، اسم یوزر نیممون رو، هاست نیممون همون لوکال هاست هست که مینویسیم و اینجا میتونیم یک پسورد جنریت بکنیم که به این صورت ما این یوزر نیم و پسورد رو بهتره که در یک فایل نوتپد ذخیره بکنیم. یوزر نیممون بود مای دروپال، پسوردمون همینه که میبینید. حتما در یک فایل نوتپد ذخیره بکنید برای اینکه بعداً به مشکلی بر نخورید. خب میایم پایین‌تر روی چک آل کلیک میکنیم تا تمامی دسترسی‌های لازم داده بشه به این کاربر و حالا میایم پایین‌تر و روی کلید گو کلیک میکنیم. بسیار خوب. برای اینکه مطمئن بشیم میبینیم روی یوزر اکانتس کلیک میکنیم و میایم اینجا میبینیم مای دروپال ساخته شده. این هم مرحله بعدی بود که باید انجام بدیم. اما مرحله بعدی اینه که ما بریم به سراغ نصب نرم افزار دروپالمون. لوکال هاست اسلش مای دروپال کافیه که لوکال هاست رو بنویسیم اسلش گوشه www و محل ذخیره سازی گوشه های لوکال هاست. خب ببینید اینجا موردی که هست، ما الان باید وقتی میزدیم لوکال هاست اسلش مای دروپال محیط نصب دروپال برای ما میمد، اما میبینید این محیط برای ما نیامده و تازه گفته که بیایید و حالا این پوشه رو انتخاب بکنید. دلیل این امر اینه که ما داخل پوشه مای دروپالمون دوباره یک پوشه دیگه داریم. خب برای این کار ما میایم محتوای داخلی پوشمون رو کنترل ایکس میزنیم، میایم یه پوشه عقب و میریزیم داخل پوشه مای دروپال و این پوشه رو دیگه پاک میکنیم. پس دقت کردید چیکار کردیم؟ اومدیم داخل پوشه مای دروپالمون و تمامی محتوای موجود در پوشه دروپالمون رو در داخل پوشه مای دروپال قرار دادیم، نه اینکه دوباره یک پوشه دیگه باشه و داخل اون پوشه دوباره ما بیایم محتوا رو قرار بدیم. حالا میایم اینجا و دوباره یک رفرش میکنیم، منتظر میمونیم و حالا میبینیم که محیط نصب دروپال برای ما نمایش داده میشه. خب اینجا میگه که شما زبانتون رو انتخاب بکنید، من انگلیش رو انتخاب میکنم. سیو اند کانتینیو رو میزنیم تا به مرحله بعدی بریم. خب اینجا سه تا گزینه پیش رو دارید و بهتره که همون استاندارد رو انتخاب بکنید. سیو اند کانتینیو رو کلیک بکنید تا مرحله بعدی هم برای شما نمایش داده بشه. خب اینجا جاییه که شما باید اطلاعات دیتابیستون رو که ساختیم در مرحله پیش وارد بکنید. دیتابیسمون که MySQL هست، برای همین گزینه اول رو انتخاب میکنیم. نام دیتابیس ما MyDrupal هست. نام یوزرنیممون هم MyDrupal هست و نام پسوردمون همین پسوردیه که اینجا جنریت کردیم، همین رو اینجا قرار میدیم. سیو اند کانتینیو. این مراحل ممکنه یک مقدار زمان ببره، اشکالی نداره، صبر بکنید تا به طور کامل اتفاقاتی که بعد رقم بخوره ایجاد بشه. خب توی این مرحله دارید میبینید که نوار پیشرفت داره به صورت درصدی میره بالا و شما باید اینجا صبر کنید تا به طور کامل به صورت 100% این مراحل طی بشه و وقفه‌ای در کار نصب دروپالمون نیفته. بعد از اینکه اون درصد به طور کامل به 100% رسید، حالا شما باید بیاید اینجا و نام سایتتون رو وارد بکنید. من همون مای دروپال وارد میکنم. اینجا هم باید یک آدرس ایمیل وارد بکنید که من یکی از آدرس ایمیل ها رو وارد بکنم. شما هم اینجا آدرس ایمیل رو وارد بکنید و حالا اینجا باید اطلاعات ادمین یا همون کسی که میخواد به صورت با مجوزها یا بدون محدودیت وارد محیط ادمین بشه رو وارد بکنید که یوزرنیم و پسورد و ایمیلش رو لازم داریم. خب من یه یوزرنیم و پسورد اینجا براش در نظر گرفتم که
از یوزرنیم ادمین و پسورد دروپال تست 123 استفاده میکنم. حالا شما اختیار خودتون هر یوزرنیم و پسوردی میتونید قرار بدید. ادمین و این هم پسورد مورد نظرمون. اینجا هم باید آدرس ایمیل شخص ادمین رو قرار بدید. بسیار خوب. حالا در قسمت کانتری میایم و ایران رو به عنوان کشور انتخاب میکنیم و حالا شهر رو تهران انتخاب میکنیم. بسیار خوب. این دوتا تیک هم حتما بزنید و روی سیو اند کانتینیو کلیک بکنید تا مراحل پایانی برای نصب دروپال انجام بشه. خب اگر با این صفحه روبرو شدید و تبریک بگم به خاطر اینکه دروپال با موفقیت نصب شده. مرحله بعدی اینه که ما بیایم و دروپالمون رو فارسی سازی بکنیم. خب همونطوری که میبینید محیط کاملا به صورت انگلیسیه. چپچین همه نوشته ها به صورت انگلیسیه که ما باید یه کار دیگه کوچولو انجام بدیم که محیط برای ما فارسی بشه. خب کاری که باید انجام بدیم اینه که به بخش اکستند بریم. بنابراین روی گزینه اکستند کلیک میکنیم. اینجا یک عبارت مالتی سرچ میکنیم و میریم به بخش مالتی لنگویج و تیک این گزینه ها رو فعال میکنیم و روی اینستال کلیک میکنیم. این گزینه ها برای اینه که ما بتونیم امکان ترنسلیت کردن یا ترجمه کردن متون رو به این CMS بدیم. خب کمی منتظر میمونیم تا این اقدام انجام بشه. خب در ادامه روی کانفیگوریشن کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا این بخش برامون باز بشه. میایم پایین و روی لنگویج کلیک میکنیم. حالا اینجا ما باید زبان فارسی رو اد بکنیم. اد لنگویج رو کلیک میکنیم و زبان فارسی رو انتخاب میکنیم که همون پرشین فارسی است. اد لنگویج رو کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا این زبان برای ما اضافه بشه. خب بعد از اینکه با این پیام سبز رنگ روبرو شدید نشون میده که با موفقیت زبان فارسی نصب شده. حالا باید بریم به سراغ بخش کانفیگوریشن و اینجا روی یوزر اینترفیس کلیک بکنید. روی این گزینه کلیک بکنید و از این تب هایی که این بالا میبینید روی ایمپورت کلیک بکنید. ما اینجا باید یک فایلی رو وارد سیستم دروپالمون بکنیم که کار ترجمه سازی رو برای ما انجام بده. بنابراین لازمه که حتما این فایل رو از سایت اصلی دروپال دانلود بکنیم. بنابراین میایم و روی این گزینه کلیک میکنیم تا در یک صفحه دیگه برامون باز بشه. اینجا جایی که ما باید اون فایل رو دانلود بکنیم. میایم پایین و فارسی رو پیدا میکنیم. حالا کافیه که سرچ بکنیم. بعد پرشین فارسی روش کلیک میکنیم. اینجا جایی که ما باید اون فایل رو دانلود بکنیم. خب بعد از اون به تب اوورویو میریم و حالا از اینجا باید بیایم و این فایل رو دانلود بکنیم. آخرین ورژنی که مطابق با تاریخ منتشر شده رو ما دانلود میکنیم. یک فایلی با پسوند PO هست و پس از اون باید بیایم در این بخش اینجا ایمپورتش بکنیم. خب روی چوز فایل کلیک میکنیم. حالا این فایلی رو که ما دانلود کردیم و انتخاب میکنیم با پسوند .po. حالا روی گزینه ایمپورت کلیک میکنیم و منتظر میشیم تا این فایل برای ما ایمپورت بشه. بسیار خوب. بعد از اینکه به طور کامل این مرحله طی شد باز دوباره به بخش کانفیگوریشن میریم و حالا میایم پایین باز دوباره روی لنگویج کلیک میکنیم و این بار باید پرشین رو انتخاب بکنیم به صورت زبان دیفالتمون. سیو اند کانتینیو رو کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا محیط برامون کاملا فارسی بشه. همونطوری که میبینید با این پیام سبز رنگی که توی تصویر میبینید ما باید محیط رو به صورت فارسی الان مشاهده بکنید. دقت بکنید که تمامی تب‌ها، تمامی بخش‌ها به صورت فارسی شده و شما میتونید از این لحظه به بعد دروپال رو به صورت فارسی با ما همراه باشید. با درس دوم از این دوره آموزشی در خدمت شما هستم تحت عنوان آشنایی کلی با محتوا ساختار پیکربندی در دروپال. توی این قسمت میخوایم با دو نوار ابزار کاربردی و کلید میانبر آشنا باشیم که جزو دو تا از مهمترین بخش های این قسمته که میخوایم این موارد رو با هم دنبال کنیم. قبل از اون لازمه که با دو تا مفهوم آشنا بشیم، یکی به معنای یوزر و یکی دیگه به مفهوم سوپر یوزر.
به کاربرانی که برخی از دسترسی ها از اونها سلب شده یوزر گفته میشه. زمانی که ما در دروپال داریم از بخش ادمین استفاده میکنیم، شاید نخواهیم که یک سری دسترسی ها رو به یک سری از افراد بدیم، یعنی یک سری از یوزر ها رو تعریف بکنیم که به بخش ادمینمون دسترسی داشته باشن، به یه سری از ویژگی ها دسترسی داشته باشن، اما همه دسترسی های لازم رو به همه امکانات نداشته باشن. خب این کاربرها از نظر ما یوزر محسوب میشن. اما زمانی که ما میایم کاربری رو ایجاد میکنیم که محدودیتی در مجوزها نداره و از نظر دروپال این یک کاربر سوپر یوزر به حساب میاد که به همه فیچرها و ویژگی ها دسترسی داره و میتونه از همه اونها استفاده بکنه، که معمولا ما زمانی میایم از این امکان استفاده میکنیم که بخوایم ادمین هایی تعریف بکنیم که تمامی امکانات رو بهشون اختصاص بدیم و بهشون دسترسی بدیم و در واقع جایگزین خودمون باشن و حالا اونها به جای ما تصمیم گیری بکنن و حالا دسترسی داشته باشن به یه سری از ویژگی ها. اما پیش از هر چیز ما باید وارد محیط نرم افزارمون بشیم. دو تا بخش خیلی مهم داریم. یکی بخش سمت دیتابیس هست که همون محیط PHP مای ادمین ما هست که میبینید محیطش رو باید وارد بشیم از این قسمت، و یکی دیگه هم با آدرس localhost/mydrupal هست که توی قسمت‌های پیش دیدیم به چه صورتی دروپال رو روی لوکال هاستمون نصب کردیم. خب من برای اینکه وارد نرم افزارمون بشم اینجا میام و پسورد قبلی رو که تنظیم کردیم اینجا وارد میکنم و وارد دیتابیس میشه. این وارد دیتابیس، خب حالا باید بیایم و وارد محیط نرم افزارمون بشیم. در مرورگر تایپ میکنیم localhost/mydrupal و با این صفحه روبرو میشیم، روی ورود کلیک میکنیم و حالا میایم یوزر و پسی که تنظیم کردیم قبلا رو اینجا وارد میکنیم. خب ادمین رو هم به عنوان یوزر در نظر میگیریم و روی ورود کلیک میکنیم. خب منتظر میمونیم تا وارد محیط نرم افزار بشه و همطور که میبینید ما قبلا گفتیم که به چه صورتی میشه فارسی سازی رو انجام داد و با محیط فارسی روبرو میشیم. اما بریم سراغ نوار ابزارها. خب ما اینجا دو ردیف نوار ابزار مهم داریم که شما باید با اون آشنا بشید. میبینید زمانی که روی این سه خط کلیک میکنید یک نوار ابزاری باز میشه که بخش محتوا، ساختار، ظاهر، توسعه، پیکربندی و بقیه بخش‌ها رو داره که ما اینها رو تک به تک در این بخش با هم مرور می‌کنیم و وظایف مختلفش رو می‌گیم، این که هر کدوم به چه دردی می‌خوره و برای چی مهمه و مفیده. کامل همه این موارد رو توضیح می‌دیم. اما یه چیزی اینجا مطرحه به نام کلید میانبر. بعد ببینیم که این کلید میانبر الان برای ما چه فایده‌ای داره. برای اینکه با این موضوع آشنا بشیم ما به بخش محتوا میریم و میبینید روی یکی از این گزینه‌ها ما کلیک کردیم، به عنوان مثال محتوا. وارد بخش محتوا میشیم و اینجا میبینید که یه کلید ستاره وجود داره که شما میتونید این کلید ستاره رو کلیک کنید یا کلیک نکنید، یعنی فعال یا غیر فعال بکنید، و این باعث میشه که بخش محتوا به عنوان شورتکات یا کلید میانبر برای ما تعریف بشه. زمانی که ما روی میانبر کلیک میکنیم میبینید بخش محتوا اینجا نمایش داده میشه و وقتی که دوباره من این را غیر فعالش میکنم میام روی میانبرها و میبینیم که محتوا حذف شده. خب شاید حد زده باشید که این امر به خاطر چیه و به چه دردی میخوره و اسمش روشه کلید میانبر. زمانی که ما داریم از نرم افزار استفاده میکنیم ممکنه که بخوام یه سری از بخش ها رو خیلی سریع بهش دسترسی پیدا بکنیم، به خاطر همین از میانبرها استفاده میکنیم. پس کافیه که بریم توی بخش مربوطه و کلید ستاره اون رو اگر وجود داره فعال بکنیم و حالا از بخش میانبرها به اون بخش دسترسی داریم، حتی اگه باز در صفحه اصلی باشیم. ببینید حتی اگه ما در صفحه اصلی باشیم وقتی میانبرها رو میزنیم میتونیم سریع به بخش ساختار با یک کلیک دسترسی پیدا بکنیم. پس در اصل میشه گفت رسیدن به بخش مورد نظر با یک کلیک از طریق این بخش انجام پذیره. اما از جمله بقیه بخش ها ادمینه که مشاهده میکنید. وقتی روی ادمین کلیک میکنیم ما میتونیم پروفایل ادمین رو مشاهده بکنیم، ما میتونیم ویرایش پروفایل رو بزنیم و
بخش اطلاعات مربوط به ادمین رو از این قسمت بیایم و تغییر بدیم. تمامی اطلاعات مثل آدرس ایمیل، نام کاربری، گذرواژه و هر چیزی که دارین توی این صفحه میبینید قابل تغییر برای ادمینمون، برای مدیریتمون از بخش ویرایش پروفایل. خب من به صفحه اصلی برمیگردم. اینجا هم میبینید که اگر روی حساب من کلیک بکنید اینجا بخش ادمین رو نشون میده، میانبرهایی که شما تعریف کردید و ویرایش که باز دوباره به همون ویرایش قبلی برمیگردیم. حالا میریم به سراغ معرفی یکی از بخش‌ها به عنوان محتوا. محتوا جاییه که ما همطور که از اسمش مشخصه و اصلا کار اصلی دروپال مدیریت محتواست یا سیستم مدیریت محتواست،